این یک اثر هنری یه ثبت جهانی است، متعلق به تمام دنیا. اصلا این زیرسازی گچه زیر کار مزمهر شده. اینجا باید اینا قشنگ فارسی میکرد، این هم فارسی میکرد. این چه نوع رنگ فیروزه‌ای است که به کاشیکار سفارش دادی؟ اردیبهشت 1358، مسجد شیخ لطف‌الله به عنوان یکی از عناصر میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. در طول سالهای بعد، بخش‌های مختلف این مجموعه جهانی با خطراتی مواجه شد. اما میتوان روند مرمت گنبد این مسجد را یکی از مهمترین آسیب‌های وارد شده به این مجموعه تاریخی دانست. خبر دورنگ شدن گنبد مسجد در حین مرمت در سال 98 و اتهام زنی میراث فرهنگی مبنی بر شاپی بودن تصاویر، نگاه‌ها را بیش از پیش متوجه گنبد این بنا کرد. در نهایت کار متوقف و قرار شد پیمانکار پروژه تغییر کند. اما حالا بعد از گذشت بیش از یک سال، همان پیمانکار سابق کار مرمت گنبد را آغاز کرده است. اصرار برای حضور تیم سابق مرمت پای گنبد مسجد نه تنها اعتراض منتقدان را برانگیخته و اقدام به نوشتن نامه سرگشاده کرده‌اند، بلکه برخی از فعالان نیز خواستار توقف کار با دستور مقام قضایی هستند. بعد از این اتفاقات، در تازه ترین اقدام، تعدادی از طراحان و منتقدان میراثی اصفهان با ناظر ارشد فاز دوم مرمت پای گنبد رفتند تا روند کار را از نزدیک ببینند. آنها همچنان به نقطه نقطه مرمت گنبد معترضند. آیا اینا پایین و بالا رفته؟ آیا اینا اشکاله؟ ای یک اجازه بده. نه بذارید من بگم برشون. این کدوم کار کجات؟ من که از همه چه خبر دارم آقای رسول. این مسجد جمعه یزد، این مسجد جمعه یزد، این مسجد جمعه یزد، همه اینا رو دیدم. خب که چی؟ تو این فاصله ای که اینجا عکس گرفته شده اینو ماش نه به یک کار خب بازچینی بودنش. حالا خود همین گم بعدا من دارم عکساشو بذارید تا نشون بده. ببینید طرح چی چیه. اینجوری که شما میگین خانم چی مثلا اینا بیان مقایسه کنن با این کار، اصلا نوع کار فرق نه فرق نمیکنه. اون اسلیمیه طرحش فرق، ولی عمل کردش یه چی هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی آقا قسمت دوم رو شما دیدید خانم، فاصله بین این کاشی آجر رو ما از همون آجر، ما آجر عوض نمی کنیم. این هم یک کار معرقه، فاصله بینش هم همون فاصله، این هم یک کار معرقه، بینش هیچ گونه بندی وجود نداره. ببین آقا جون این هم یه گنبد، ببین این هم کاشیه، این هم کش. اصلا شما بین اینا بند میبینی؟ ببین این آقا، ببین این هم یه گنبده از یه رنگ کاشی نره. بین اینا شما سفیدی میبینی؟ بند میبینی؟ آیا این بند داشتی که هستگی داره؟ آیا خرابی داره؟ شما که عکس میگیرین، شما کارشناسا برین از همین فاصله گنبدش رو بگیرین. حالا گنبدش رو بگیرین بعد بذارین کناره هم، بعد ببینین کدومش نوسازه کدومش مرمتیه. امروز داریم میریم برای بحث گنبد، من خودم به عنوان کارشناس اینجا دور بزنم، آسیب شناسی بخوام بکنم، تک تکی ایراد این داره میتونم بگم. الان زمانه آسیب شناسی کلیه ما که نیست که، بحث گنبده تو خوده ترکای قبلی مشخصه، هر که جدیده مشخصه، هر چیزی که فکر میکنید میبینید، کارشناسی بالاخره نظر میکنید، این سوالی دارین، امرو میخواییم هم سوال باشه هم پاسخ باشه، هم با هم دیگه بریم ببینیم ممکنه یه راه کاری شما دارین که من نمیدونم این کار بشه بهتره. ممکنه تصوری وجود داره که اینجا با سیستم جدید کار کردن سنتی نیست. آبا بیان ببینیم وقتی که میریم بالا، این کاشی ها راحت برداشته میشه، یه بخش عمدش اصلا این زیرسازی گچه زیر کار مزمهل شده. خوشبختانه چون این زمینش آجوریه، ریشه دارم هست، خیلی اصلا نریخته، این تو محل خودش هست، آره جاش نشسته. اما بند و اینا تمام بین اینا خالیه، در از کاشی تراشی و اینا اصلا وجود نداشته. با دقت اینا اولا مستند نگاری شده دوستان،
مراحل کار اولین قدمی که اینجا گذاشته شده با لیزر اسکن شده، نقطه نقطه یه اینا اطلاعاتش جمع‌آوری شده. وقتی که اون تگ اطلاعاتش برداشته شده که برای ساخت خود همون قالب هم از اون اطلاعات استفاده شده، برای اینکه خیزش چقدر باشه، اندازه ها چقدر باشه، بعد از اون مستندنگاری یک به یک شده روی کاغذ یا پلاستیک گذاشتن ته به صورت یک یکم برداشته شده. این آجر الان داره آسیب ببینه، ببین بلند شده از اینجا. آیا بعد این شایسته نبود که این رو دقیقا با یه چشی میبستن که این از اینجا دار نشد بعد ببرم؟ آیا این بعد که میدهد پایین واقعا همینه؟ مجبور میشن یه قطعه، ببینید من اینو دارم میگم، اگر که دوستان عزیزی که امروز دارن کار میکنن مرمت کار با کسی که نو کار میکنه و خب شما دیگه استادین، شما تمام مرمت کار ببینید، من یه دونه اینا برمانه نمونه از روی اینجا برداشتم. بله ببینید این الان تو نحوه یه جدا شدن فرق این شده. بعد اگرچه این جدا این گم بشه، ببینی اینا واقعا طرح یک گنبدی که سبک جهانی شده. آیه نکن خواهش میکنم از شما هر چیزی که ماملا اقل اصول میگیم، ببینی این الان واقعا سبک جهانی، این واقعا طرز انتقالش از اونجا به پایین و از اینجا به کارگاهی اشتباه، اینا قبول کن. آسیب دیده متوجه این؟ هوا نمیدونم رطوبت رفته داخلش، به مرور زمان یخ پر شده، یعنی بخشی از کاشیهایی که ما بهتون میگیم تعویض میشه، کاشیهایی که ریخته آسیب دیده امکانه چسبوندنش نیست. بله اینا نگاه کنید، ببخشید این عمل سرما بینش هوا وجود نداره، هیچی نداره، این با بی احتیاطی برداشته شده، ببخشید من شکسته بعدم آوردم پایین. ببینید ما اصلا نایمدیم، ما قرار شد امروز بیام نقد کنیم کار. من از شما میخوام خواهش کنم که اگر که میخوان ترکای بعدی رو به صلاح کار، این یک اثر هنری سبت جهانی است، متعلق به تمام دنیاست. من از شما خواهش میکنم طریقه برداشتن و انتقالش به پایین رو با روشی بهتر بردارین که حد اقل دیگه. خب ببینید الان این روش به نظر من تو همون صندوق چای یه چیز مهمتر آقای یه شماره دار من رفت تو زایات، ببینید یه شماره دار تو زایات، حالا نمیدونم چی بوده شماره کردن افتاده. نه افتاده قطعا. مسئله اینجاست که اصل کارو میخوان شما نتیجه ای که میخوان بگیرین ها، نتیجه چیز دیگه ایست. باش خالا بیا باش خالا بیا این آمش بعدش یکی از داخل اینا نخاله ها رو جدا میکنن استفاده. خب بعد اینکه شما رو نداشته باشه کجا میده؟ یک دو بدو بیان داریم بالا، ببین وقت داریم بالا، ببینید تو خودی آتش خلایه توی زیر کار کاشی میبینین، نمیدونم آجر میبینین، بین کاشی و سطح زیرین شما هم با این نخاله ها رو داریم میبینین، زیرش مشکل داره. ما قرار نیست که هست، اگه قرار نیست این رو بریزین پای زیرش ها رسوندم به آسل، رسیدم به خودمون جا، رسوندم به خودی کنم با و از زیرش آجر کردم. یعنی زیرش چی کار باید کرد؟ اینجا باید اینا قشنگ فارسی میکرد، اینا هم فارسی میکرد، بعد یه صابون اکیزاش اینجا بین اینا این مشکی قشنگ زفت میشوند. اینجا را ببین، اینا باید حتما اینا باید میچسپوند به این، نباید اینا فاصله بینش باشه. وقتی فاصله بینش اسم میاد بگید ای داده بیم دو قابض بالا میزم. واقعا آقای رسام، واقعا من متاسفم به خاطر اینکه شما دوستان بالاخره کاشی کارین دیگه، این چیزایی که الان دارین میگین مثل اینکه یه دونه قطعه رو
بردین توی موزه دارین میگین این فلان است و این بیسار است. خب کدوم یکی از شما مثلا این که میگین وقتی این دو تا قطعه کنار هم اینا شماره گذاری شده تو محل خودش داره نصب شد چقدر قشنگ تراشیده. ببین آقا اینم گوش کردی، اگر این آقا کاشی تراش بود میدونست باید اینجا را چی کار کنه. من که آقا نکنم میدونست باید اینجا این آقا چون خیلی قشنگ نیست نمیدونست باید چی کار کنه، برای همین اومده. ببین این فاصله رو ببین الان اینا نو چردت خیلی خوب شده، اینا تراشیدت خیلی خوب شده. بله ببین اصلا اینی که رد فرس چهار اینا تو زمانه ها حالا فرچه ببینی حالا من برای دو توضیح بدم که چی کار کردن. همین اتفاقی که بین این کاشی ها افتاده است، وقتی کار کردن اومدن پایین اصولا وقتی پاک بکنن میان با گونی پاک بکنن روشا اون کاغذ ها را پاک بکنن. وقتی پاک کردن دیدن بین تمام اینا درزاش وا شده، حالا چی کار کنن که این درزا پوشیده بشه؟ از بالا دو قاب با استنبولی ریخته است و میگه چف مال میکنیم آداره چف مال بشه. وقتی چف مال کردن فردا که اومدن دیدن وای تمام این ترکی گنبد پشمک شده، حالا چی کار کنیم که این پشمک برطرف بشه؟ دوباره اومدن جت ها که رفته بوده خورده این آجو را با فرت با بروس سیمی اینا را پاک بکنه. لا آب، این یه نوع لا آبی داره مخصوص خودش، این لا آب هم پاک شده. صدف یه صدف داره اینا تمام غیر آجوی صدف داره اینا تمام پاک شده. بعد گوش بده زمانای مختلف آقایون گوش بده. بعد چه این بعد که اومدن بروس سیمی کشتن روش دیدن چی کار کنن روغنه بعض رکا درست کردن و مالیدن رو اینجا. این گردش اسلیمی ببین چی تو شده است. ببین یه رفت است بالا دوباره و خاطر اینکه اینا پهن گرفته این سه تا نو شده. ببین این سه تا نو شده اینا باید اینا یه کمی کوتاه میگرفت که این بیاد پایین وقت این گردش اسلیمی اون درست میشه شکستگی ایجاد نمیکنه. اینم خدمت تو عرض کردم اینم نتونست سینه بیارد اینجا. ببین این باید بیاد این سری با اینم برداشتن. ببین چه رنگ اینا آخه این طرح مرمتیه که آنالیز شده باشه. این طرح مرمتی این رنگ ها آنالیز شده. ببین آقا اینا شما نگاه کن اینجا اینا این حرکت ها ببین اینجا این حرکت ببین این حرکت باید بیاد اینجا بعد برد اینجا اینا ببین حالا بیا این طرح ببین آخه شما چی تو میگوی من طرح مرمتی چی تو شما رنگ های فیروزه ای دونا این چه نوع رنگ فیروزه ای است که به کاشی کار سفارش دادی آقا افتی آخه این کدومه فیروزه این که سبزه اونی که گم شده اونی که اون تیکه ای که گم شده رو به جاش یه نوع میذاری آفرین. پس ببینید اینم راست میگه اینم با یدا میگه ما میتونیم که هر کدوم از اینا که یه تیکش پرید حساب بیاریم عوض کنیم. ببینید آقای نکنیم قرارمون بر این بوده که این کاشی ها بله. حفظ بشه در محل خودش نیت به خاطر همینم رفتن بیه. سراغ این پیمانکار برای اینکه حرفی که قراره کاری که قراره انجام بده رو انجام بده. زیرسازی مشکل داره اهمیت زیرسازی رو انجام بده. کاشی تراش باید چی کار کنه؟ بله. اون وقت یه وقت کاشی تراش می اومد هنرنمایی می کرد تصمیم میگرفت حالا که من میتونم یه کاش خوشگل ترزین تمیز ترزین بسازم پس اونم میذاری ناظری مرحمتی بالا سر بدون اینجا به جز یه درصدی از کاشیهاش که گم شده اصل کاشی ها و آجر ها حتی اگر از قبل فاصله داشته بله. تو همون محل چون ما نمیتونیم بیایم از اونجا بیایم به هم دیگه این کاشی ها رو آجر ها رو بچسبونیم و یه جا درستان کم میاد تو محل خودش اینجا که آجر است ببینی رفته تو شابلونه برای همین میگون کار شما نبود نازه حالا نازه این کلا اما شابلونه برای این ما میگون شما از فاصله که این تیکه ترک انجام شده رو میبینین خوب. چیزی میبینین من الان دارم عزیزم میبینم این جواب نمیشه از فاصله میبینی آقای نکوید اینجا شابلون میخواد خدا رو که ببین الان بالا سرده ببین
رفته تیزه که آجا رفته است گود شده خب فردا مثل همون میشه فردا مثل همون گود ببینید بیجارا آقای نکوی ببینید گش خورده دور تا دور یعنی ببینید کار کم اومده است که این چه حالا شما هم قدیم میشه کم اومده یعنی تراشیده شده به هر جهت میبینید استاد اینا تلاشت کم تراشیده یه بخشی وای هول نده اینا اینا میتراشید اینا اضافه میشه جوابی درست ببین اینا باید میمده این ور میچسونه اینا یه بزرگ تنیس هست عین همین که مثلا درز نداره بلد نبود آقا این کار نبوده نه این این کارو میدونه آقای رستم من کارو میگم همکارا شما را دیدم همکارا دوستان من اشتباه میگم کارای همه شما آره دیدم خب. اما میان تو 10 سانتی 20 سانتی چرا همچینه این لبه پریده چرا اون پریده پر گله چرا صافه اینا بگو چرا اینا همچی کرده میگه ما قراره اینجا هنر آفرینی بکنیم آقای رستم این کار کار مرمتیه مرمتی یعنی چه اولش که این شکلی مرمت اصلا شما روزی همین استفاده کردی یعنی چه که این پر این ورت اونجا میگه مرمت شما خودش میخواد طراح ببینید استاد طراح بله پس متوجه میشید من باید شما طراح ببینید ما هم گم با ساخت اما مثلا اینجا است که اما چرا کاش طراحش نبوده بحثای اینی که الان دارن میکنن ما نیت اصلی ما این بوده که سطح کاشی این قسمت کاشی کاری بازچینی بشه به جز قطعاتی که گم شده خب اون درست یعنی چه؟ یعنی که سطح گنبد همونیه که قبلا بوده برچی دشه و بعد سطح زیری که میبینیم درست کسی موزیر نباشه اینا رو ببینید اینا در عجل بشه یه زیست و زیه مناسب بشه مشکلی که ما همون هم توی گنبد داریم اینه که این 20 سانتی این زیرا با گچ یا نخاله بر میکنن اصل کار ما نیاز مرمتی و آسیبای وارده این لایه های زیری بودن آقای نکوی ما مشکل نداریم از زیر بنا و گچش اینا ایرادی که تحلی که داره داست من طرحا میگم که اصلا به ترکی بعد یا نمیخوره من اینو میگم حالا یکم کاش قدیمی کار کردن دا قاسی اون ور با قاسی این ور خیلی فرق میکنه نه طرح تغییر کرده نه اندازه ها تغییر پیدا کرده اومدین بالا رو کاری که باز چینی شده دارین زوم کردین میلیمتریش هم میدونیم اصل کار مشخصه کار فاز دوم پروژه در از بروش سنتی دقت کنید بروش سنتی تمام اینا برچیده میشه الان شما میفرمون که ترک دوم مسئولیتش با شماست و انشاءالله دیگه این اتفاقاتی که در این ترک افتاده است و مورد نقد هست رو در ترک دوم نخواهیم حالا من یه سوال دارم آیا یه اثر جهانی این واقعا موش آزمایشگاهیه که این اتفاق بیفته و این آیا این اتفاق تو معرق ببینید اینجا توه اونجا ببینید اگر که این یه شابلون بود یه شابلون بود اینجا این اتفاق میفته ببینید این بنده بیاد این بنده آب چرخه اینجا اینجا باید میومد وقتی نه این معرق این طراح ناظر داشتن طراح داشتن پروفسور داشتن این خب این کار یک کاری خراب شما اینجا رو ببین حالا اینو ببین اینو ببین شما چه کاشی تراشی شما چه چرا این باید اینجا فور تو رفته اینجا این هم به خاطر اینکه اصولی کار بخواییم چه اصولیه اینجا چرا همچی شده این چرا همچی شده اینا نه اینجا نباید این طور باشه اینجا نباید اینا باید فارسی میکرد اینا هم فارسی میکرد یه صابونت بذاش اینجا آقای رستم اون چیزی که شما آشیکار میفهمید که تخصص دون کاشی کاره فلان اینا ببینه این کار ایراد میگیریم که چرا سر این مثلا گل شاه عباسی چرا فلانه دستور کار سازمان این بوده به آقای استاد این بوده که
کاشیا حتی امکان اینا برداری کاشیا از خودش استفاده بشه. آقا دستوری سازمان بوده است این طوری شو کار کنه. این نوت اینا خود اینا کار نکرده بود. بله خدا آقای رضا نیت مهمه. آقای نیت مهمه. شما همین الانه آقای برای ایرادایی که بعدن میخوان بگیرید اینا را فهمیده بود این را بیجرف گذاشتندش چنار. گفتم نه شما به شما مربوطی تو چه ما تو از این ترکیز که من عمل شده این بده بالا الان همین زده در بیزن که مازه باشه این زده که این گل اصلی میبینی این گوزه اومده این گوزه سر بنده بله چقدر این پایین ها بالا اختلافش تفاوتش از اونجا پیده نزد که هفتش 10 سانت الان این کار پایین تره که من عمل شده بله. این بالا تره همز که این کار همز بمونزم تا اون پایین همین ادامه داره. بله ما رو باشه گنبری این تفاوت سمت راستی ترکیه که من عمل شده سمت چپی ترکیه قبل خودشه. بله این زمان چه میدونید کارم این به اصطلاح کاشی کارم میگن کار سیر اومده یعنی بزرگتر شده الان این کاری که این بزرگتر شده این فیروزه این زاست الان این اسمی بخواه برگرده میاد تو این اصلا بله. جانه یعنی همینه بخواه این برگرده یعنی جا نداره چه بیا تو یعنی این زبای بیا تا بخوره بله و پایین تیر الان باید این زبایش سرش خیلی اومده است این قسمت چه من همه نشد بالا تره این قسمت چه کاجه پایین تره این طرف شماله گنبر قسمت پایین رو میبینی تا سر اسلیمی یا اون گله شاید باسی اناری که اون وسط هست این خطی که میبینین رنگ متفاوتی داره با بالا تو قسمت هایی هم که ما مرمت میکنیم خوشبختانه از شروع خیز به سمت بالا زیرسازی آسیب دیده گنبد ها معمولا آسیبی که میبینه روی شیب و به خصوص تو بخشی تو غرب گنبده که برف جمع میشه خشک نمیشه باید ببین اینا میبینی الان اینا میبینی وقتی میخواد این اجدید اینجا بینی این فاصله همینطور که این باید تور کنه با آجر اینجا را حتما باید تور کنه با آجر با زمینه یا آجوری باید تور کنه که بعد نخواد دو قابه جسا از اون بالا بیرزت بان و بعد دو قابه کف مالش کنه دو بعد بگه کف مال کرده نباید این کارو یعنی ما باید ما اینجا رو به عنوان این که داریم مرمت میکنیم مرمت من نامفهومی نداره ما مگه اون پایین و نداشتیم قطعاتو نشون دادیم که این شماره داره بله. چرا این آجوری روش کنده شده درسته. اما حالا اینجا داری نیستی دیگه میگی نه اینجا رو حتما بهش بگون یکی موکت بزن که این طور نشد این آسیب نه این لوله چرا باید بره تو کار تو کار ایراد داره عزیز من ایراد میگه 12 تا ایراد داره طرحش اشتباهه قالبا اشتباه گرفتن شما ببین اونجا چقدر پایین بالا رفته طرحا رو درست نکار نکردن ته برداریشون اشتباه هر چی برداشته غلط برداشته شما که طراحی دیگه باید بدونی برداری که وقتی که روی طرح نسل بعد ما گذار بکنم.